سلام و خوش اومدید به کانال گیم یار. تو این ویدیو قراره یکم دیگه زولا با هم دیگه بازی کنیم. بزن از اول شروع کنم. خیلی میگن که زولا بازی ایرانیه، ولی طبق تحقیقاتی که من انجام دادم تو اینترنت فهمیدم یه بازی ترکیه‌ایه که خب ایرانی‌ها بومیش کردن، فارسیش کردن و اینجور قضايا. فکر کنم اولش 2 ماه پیش بود ثبت نام کردم. قبلش باید از زولا دات ای آر خود بازی رو دانلود کنید و اونجا اکانت درست کنید، بعد لاگین کنید. آفلاین نمیشه بازی کرد، حتما باید اینترنت داشته باشین و وقتی وارد بازی میشید جوی شبیه در واقع ترکیبی از کانتر، کال آف دیوتی و کال آف دیوتی و امکاناتی که توی استیم به شما ارائه میشه، مثلا مثل کال آف دیوتی و سی اس گو اینا بهتون درجه میده و دو نوع سکه داره، یکی این زولاست که زرد رنگه، یکی هم زولا پوینته که زولا زردا رو باید بخرید و زولا پوینت ها رو با بازی کردن به دست میارید. و وقتی وارد بازی میشید همچین صحنه میبینید، چند تا سروره که مثلا من یکیشو انتخاب میکنم. الان بزن از اول شروع کنیم. یه بخش تنظیمات داره که خب نیازی به توضیح نداره، تنظیمات دیگه. پیغام داره که میتونید مثلا با بازیکنهای دیگه، پلیرهای دیگه دوست شید، به گروه اضافه کنید، چه میدونم گروه تشکیل بدید، بهشون پیام خصوصی بدید. بعد پروفایلتونه که مثلا امتیازتون رو زده طلا، بعد آمار رو زده، چند بار مردین، چند بار کشته شدین، با چه اسلحه‌هایی زدین، بیشتر به کدوم اعضای بدن شلیک کردین و این چیزا. بعد یه سبد خرید داره که اینجا شبیه استیمه، میتونید اسلحه بگیرید. این که اسلحه‌ای که فعلا دارم و میتونید مجموعه درست کنید، 4 تا مجموعه و ویرایش کنید. مثلا یه مجموعتون رو ادیت کنید، فلان کلت رو بذارید کناره، چه میدونم فلان اسلحه با فلان چاقو، مثلا کنارش نارنجک یا اسموک یا فلش بنگ بذارید و 4 تا مجموعه اسلحه درست کنید و در طول بازی ازشون استفاده کنید. بعد یه بخش مأموریت داره، کارت مأموریت بهتون میده، کارت مأموریت روزانه و هفتگی و ماهانه که من امروز یکم بازی کردم. و مثلا توی کارت مأموریت روزانه چند تا 6 تا مأموریت داره، مثلا زده 5 بار کشتن با اسلحه دوربیندار، کشتن 5 نفر با کلت و غیره و غیره. هر کدوم از اینا که انجام بدید بهتون هم XP میده، یعنی تجربه که درجهتون بره بالا، و هم زولا پوینت، یعنی از این امتیاز سبز رنگا که واسه زده که باشه سری اسلحه رو میتونید بگیرید. بخش بعدی گروهه که میتونید گروه تشکیل بدید، مثلا تو قسمت ساخت یک گروه. بعد فروشگاه داره که گفتم یه سریاشو میتونید با این سکه زردا بگیرید که باید از خود سایتش یه جای دیگه که نمیدونم دقیقاً کجاست بگیرید، و یه سریاش هم با این زولا پوینت های سبز رنگ میتونید خرید کنید. و خب مثلا هر اسلحه‌ای که شلیک روش انتخاب کنید مقایسه میکنه با اسلحه‌ای که فعلا دارید، مثلا خرید و بخواید بزنید 24 ساعتش 1750، 7 روزش 7000 تا و 30 روزش 23000 تا. و همچنین آیتما رو میتونید دقیقا مثل استیم هدیه بدید به بقیه یا بهشون بفروشید، چه میدونم فروش که نداره مثل استیم، ولی میتونید هدیه بدید. بعد یه قسمت ارتقا داره که میتونید اسلحه‌هاتون رو ارتقا بدید، اسلحه‌ای که خریدید رو. نکنم اینو خریدم، حواسم نبوده. یه سری چیز بهتون میده بازی کردن به اسم آهن، کروم و تیتانیوم، و با اینا میتونید اسلحه‌هاتون رو آپگرید کنید، یعنی همون اسلحه‌ای که گرفتید رو آپگرید کنید به جای اینکه اسلحه جدید بگیرید. بعد یه قسمت سفارشی کردن که داره که میتونید زلم زیمبو و اسلحه‌هاتون وصل کنید و اسکین اسلحه‌هاتون رو تغییر بدید و از اینجور چیزا. بذارید یکم بازی کنیم. مپ‌هاش که کاملا کپی برداری شده از بازی شوتر اول شخصه مثل کانتر و کال آف دیوتی. موتاش هم همینطور، مثلا کپچرد فلگ رو برداشته کپی کرده، خیلی چیزای دیگه است. کلا بازی روون و خوبیه و اینکه فارسی یک مزیت بزرگه، ولی هیچ خلاقیت و نوآوری توش وجود نداره، ولی بد نیست برای کسی که نمیتونن از استیم استفاده کنن. بزن بریم اینجا یکم بازی کنیم. امیدوارم قطع نشه، چون یه بار وارد خواستم بشم موقع ضبط قطع شد. اگه وارد بازی بشه بهتون توضیح میدم داخل بازیش رو چه فرقایی داره.
امیدوارم وارد شه. خب وارد شد. مثلا این مپ کاملا برای کال آف باز آشناس، نمیدونم شاید یه بازی دیگه بود. وارد بازی که بشید حد اکثر 8 به 8 میتونید بازی کنید، از اینجا 8 به 8 و 16 تا کاراکتر داره مجموعا بازی، ولی و یعنی تو هر بازی که شما انجام میدید هیچ کاراکتر تکراری نیست. دو تا گروه میشید موقع بازی کردن، تو بعضی مودا هم انفرادی، یعنی هر کی برای خودش باید بازی کنه. پرتوپر اینجا معلوم مردم. وقتی که بمیرید یا وسط بازی بی رو بزنید، اون ست اصله هایی که بهتون گفتم میتونید انتخاب کنید و راوند بعد اعمال میشه. مثلا من اسکات رو انتخاب میکنم با نارنجک و اینجور چیزا. علاوه گرافیکی خوبه، بازی زبونیه، خدا بیامرزه. اولین هدشات گیم رو ثبت شد، یکم فقط لگ دارم. یکی از بدیاش اینه که لگ رو خیلی بهتون نشون نمیده، یعنی مثلا ممکنه یکی رو ببندید به رگبار ولی لگ رو به چشم نمیبینید، ولی واقعا لگ میشه بعضی موقع ها. مثلا من تیر زدم به این، اینا مرد. بازی روونیه به نسبت خوبه. یکی رو دیدم اینجا، این زد. بعد برخلاف CS 1.6 گزینه اسیست داره، یعنی مثلا شما یکی رو بگیرید قشنگ چکیش کنید و رفیقتون بزنه بکشه، تمام افتخار رو به اسم اون ثبت نمی‌کنه. خطره، داشتم نایف می‌کردم. و چرا سخت موقع بازی کردن حرف زدن، خیلی وقت بود تجربه رو نداشتم. وبکم که هست یکم بازی کنیم ببینیم در کل چطوریه. ببین شاتگان برداریم. فقط تنها چیزیش که برای امثال من آزاردهنده است اینه که اکثر بازیکنش آیتم دارم و من هیچ آیتمی ندارم. مثلا خیلی میبندن آیتم رو راحت شیلد میگیرن یا آیتم های خوف، مثلا لیزر میبندن رو افتاش اینا، ولی من خصیصترم این حرفام که این چیزا رو به خاطرش پول بدم. اینو شایدم بدم ولی ترجیح میدم پول که میدم برای سی اس گو و استیم خرج کنم. یکی دیگه از خطایش اینه که نشون میده وقتی دمیج میزنید یه علامت قرمز رنگ ظاهر میشه وسط کراسهیرتون. حرفی برای گفتن ندارم، میکنم بازی کنیم. کمپر کمپر خودتون میتونید گروه تشکیل بدید، میتونید اتاق بازی درست کنید، مثلا رمز بذارید دوشی کسی نیاد، با رفیقاتون بازی کنید. بعد خود همین شرکتی که زولا اینا را انداخته تورنمنت هم برگزار میکنه. این همه جالب توجه، گفتم شاید دوستش بشید بدونید. با کلت میخوام از اینجا بزنم، خدا بیامرزه. در کل مودهای بازی زیادی هم داره و خب نقطه قوت و برتریش به نظر من اینه که سروراش تو ایرانه، شاید هم نباشه البته، ولی خب حداقلش اینه که لگ مگ نداره خیلی. من با لپتاپ دارم بازی میکنم و از مودم هم فاصله زیادی هم دارم، ولی خب لگ خیلی نداره. داره ولی خیلی نداره. و نکته قابل توجه و یا جالب توجه شاید این باشه که اگه بازی رو وسطش ول کنید برید، هیچ امتیازی بهتون تعلق نمیگیره. خدا بیامرزتت. باید تا آخر بازی کنید تا ایکس پی و چیزایی که به دست آوردید به حسابتون واریز شه، به حساب زولاتون.
اکثر تیراندازش اسنایپر دارم ولی من مگسی دارم، پول این چیزا رو نمیدم فعلا. بعد وقتی تب رو بزنید کارت ماموریتتون هم کنارتون نشون میده، ببینید کجای کارید. تمپر پیامای تو بازی هم فارسی، یعنی فارسی صحبت میکنه. بعد مثلا انتقام بگیرید از کسی یا کسی رو بزنید بکشید، چند نفر رو بکشید، مثلا میدونم از این چیزا میاد دیگه، قصاب و قاتل حرفه ای و از اینجور پیاما روی صفحه میاد. شت، این از عواقب لگ بود. بعد میتونید خودتون بازی رو که ساختید و با دوستاتون میخواید بازی کنید تماماتش رو تغییر بدید، مثلا بگید سر 100 تا کیل تموم شه یا چه میدونم به اینجا رسید تموم شه. و وقتی که بازی تموم شد مواد کسب شده رو بهتون میگه، آهن و کروم و تیتانیوم که من یکم کسب کردم و الان 93 تا مهارت و 140 تا زولا پوینت به دست آوردم. و به تب وقتی فرگ اول بشه تو بازی چیزای بیشتری بهتون میده. بذارید بریم یه خرابکاری هم بازی کنیم، این همون مود خسته خودمونه. مپش هم این مپی که الان واردش میشیم فکر کنم همون مپی که از داست تو اسکی رفتن اگه اشتباه نکنم. به تب حداقل تغییراتی توش ایجاد میکنن دیگه، انقدر نیست که مپ سی اس گو یا سی اس سورس یا سی اس 1.6 رو در جا بذارن، از این خبر هم نیست. تو این تصویر قشنگ میتونید ببینید که چند تا کرکتر داره بازی، الان بازی اون کرکترهاش بالا هستن و تنها میتونید هم تیمیاتون رو ببینید وقتی که میمیرید. و دیگه همه تروریست ها بوم دارن. یکی دیگه از تغییرات اگه CS1.6 بازی میکنید زیاد مثل من شاید عادت نداشته باشید بهش، مثلا این دوستمون آیتم بسته روش رو اسلحهش. خیلی چیزای دیگه هم میتونید ببینید، مثلا ریلودتون رو سریع تر کنید یا جونتون رو بیشتر کنید یا تیرایی که میزنید اثر بیشتری داشته باشه. خیلی چیزای زیادی هست. فقط یه چیزی که تو زو میزنه راه رفتنشون خیلی مصنوعی، انگار دارن تو ترت میل راه میرن. ماشاءالله بچه ها زدن تار و مار کردن، یک دشمن باقی مانده. میبینید اثرات لگه. یکی هم تو این نقشه بازی کنید، بزن اصلا ما مغز کنم شدم لگم به خاطر اینکه آنتی ویروس هم داره آپدیت میشه. ولی الان خیلی تو ذوق نمیزنه لگه، ولی نبود بهتر بود. مثلا الان من یه تیر با مگسی زدم به این با اسکات و اون کشتش، یه دونه عدد جلوی مشارکت من اضافه شد. در واقع مشارکت همون اسیستیه که تو بازی‌های دیگه میتونید مشاهده کنید، اینجا هم هست ولی اسمش گذاشته مشارکت. تمش هم ترکیه قشنگ، این قشنگ مسجدای سنی‌هاست که یه مناره داره و اینم علامت ترکای عثمانیه، نمیدونم هلال چیشی میگن بهش ولی در کل علامتشونه. اگه هم کانتر زیاد بازی کنید یه مدت قشنگ هنگ میکنید، چون نقشه اومده بالا سمت راست و فرگا اومده بالا سمت چپ. قشنگ تا یه مدت هنگید وقتی بخواید اینو بازی کنید. چت هم میتونید انجام بدید وسط بازی ولی خیلی چت نمی کنن. و خب چتش هم به تب فارسیه، هم فارسی هم انگلیسی میتونید تایپ کنید. چند نفر کشتم؟ چی نکشتم؟ بیا این هم از اولی. خیلی لگه ناموس، هم خیلی لگه. ملاحظه میکنید شما که فکر نکنم ببینید، چون چت اون زیر خیلی ریزه، هر چند وقت یه بارم میاد. شت
کنم منو دید. یکی دیگه هم بود اینجا. فکر نیدمه. از دیگر اثرات لگ. اینو خواستم بگم دیگه فوشاتون هم بلاک میکنه اگه فوشای رایج و همیشگی رو بنویسید. اونجوری یه سیستمی زده که ستاره میزنه جاش. البته سیستم خیلی قدیمیه ولی فقط بدونید که داره. اگه میخواید برید فوشو بکشید به جون بقیه اصلا بازی مناسبه برای شما نیست. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و چیزا یاد گرفته باشین. گیم پلی که نمیشه گفت خیلی اسمشو گذاشت. چرا بازی کردیم میشه اسمشو گذاشت گیم پلی، ولی خب بیشتر نشونتون دادم. خواستم ببینید بازی چطوری از چقدر. اگه خوشتون اومد یا اگه خودم بیشتر از همه اهمیت داره، چیزی که بیشتر از همه اهمیت داره اینه که اگه خودم وقت کردم حتما گیم پلیشو میذارم و فکر کنم برای همین کافی باشه. بذارید این دستم بازی کنم باش بدم برم تو ببینم چی میشه. از اینجا که نمیرم همه اومدن این وقت. بذارید من این وسط برم ببینم چی میشه. صدا هم خیلی آوردم پایینی چی نمیشه. خدا بیامرزه. کنم میتونم با پشت بگیرم بزنمشون. سلام، خدا بیامرزه. ولی یه نکته جالب خوب شد قطع نکردم اینه که میتونید با وجود اینکه آیتمی چیزی نوستید روی اسلحهاتون، آیتم کسایی که کشتین یا اسلحهاشون افتاده زمین رو وردارید. حتی آیتم رو کنه خود اسلحه رو که آیتم اینا روش هست رو وردارید، ولی خب دست بعد ریست میشه آیتماتون. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین و کمک کرده باشه بهتون. گیمیار دوتایار هم فراموش نکنید و تا ویدیو بعدی خدافظ همگی.